اولین سفر مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و مشخصاً مدیر کل وقت آژانس محمد البرادعی در فوریه 2003 بود، یعنی حدود 12 سال پیش. یعنی میخوام بگم آنچه امروز ما داریم در مذاکرات وین میبینیم محصول حدود 12 سال چانه‌زنی جمهوری اسلامی است با نهاد ناظر سازمان ملل، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، و کشورهای قدرتمند جهان، شورای امنیت سازمان ملل. قبل از این مدت، یعنی قبل از اینکه البرادعی بره ایران، 6 ماه قبلش در تابستان 1381 سازمان مجاهدین خلق و مشخصا شورای ملی مقاومت وابسته به این سازمان آمد برای اولین بار فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو فاش کرد با نقشه و مشخصات، خصوصا چیزی که بلافاصله تبدیل شد به بمب خبری، تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز بود که نمیتونست کاری یه سال دو سال بوده باشه. خب آژانس وارد شد، تحقیق کرد، با توجه به اطلاعاتی هم که پیشاپیش سرویس‌های اطلاعاتی غرب داشتن براشون مسجل شد که این افشاگری مبنای درستی داره، یقه جمهوری اسلامی رو گرفتن که باید طبق مقررات بین المللی فعالیت‌های هسته‌ای شفاف باشه. 6 ماه حدوداً و بیشتر چونه زدن با جمهوری اسلامی تا بالاخره حکومت ایران ناگزیر پذیرفت که مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو راه بده به ایران. و تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ کسایی که با البرادعی رفته بودن ایران، از جمله اولی هایننون معاون البرادعی بود که بعد از برگشتن در گزارشش گفت، مقام ایرانی گفت که دقیق بخونم آنچه گفت، مقام ایرانی گفت که این سانتریفیوژ ها رو ما خودمون در ایران تولید کردیم و اینها کاملا بومی اند، دستگاه غنی‌سازی اورانیوم. یکی دیگه از همراه های البرادعی تریور ادواردز بازرس آژانس بود. تریور ادواردز گفت من برای بازرسی رفتم در یکی از کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ. مقام ایرانی به من گفت این مدل کاملا بومی است و ساخت ایران. اما من در عرض 10 ثانیه فهمیدم که این مدل سانتریفیوژ بر اساس مدلی ساخته شده که 10 سال پیشش عبدالقدیر خان از هلند به دست آورده بود. خب دست رو شده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 25 آبان 83 اعلام کرد که جمهوری اسلامی اعتراف کرده که دستگاه‌های اورانیوم را از عبدالقدیر خان خریده. و خب لایه لایه کارهای مخفیانه و غیرقانونی جمهوری اسلامی از نظر قانون بین الملل در تمام طول این 23 سال، یعنی از سال 1358 تا 1381 رو شد. 81 دو. حالا رابطه عبدالقدیر خان معروف به پدر بمب اتمی پاکستان با ایران رو بعداً خواهم گفت. پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای از سال 58 درد کردم شروع شد قبل از جنگ ایران و عراق. از زمان شاه یک مرکز تحقیقاتی تهران بود که در حد آزمایشگاهی و تحقیقاتی مواد هسته‌ای تا حد 93% خورده‌ای غنی شده استفاده می‌شد در اون مرکز. اورانیوم غنی شده بالای 90% دیگه همتون متخصص شدین، از بس در برنامه هسته‌ای صحبت شده، میتونه برای تولید انفجار اتمی به کار بره. البته مقدارش تو اون آزمایشگاه مرکز تحقیقاتی تهران اینقدر کم بود که اصلا کار در اونجا به دلایل فنی که اگه بشه صحبت خواهیم کرد به تولید بمب نمیرسید، هرچند طرح گسترش فعالیت‌های اتمی در قبل از انقلاب هم بود. اون مرکز تحقیقاتی تهران رو جمهوری اسلامی فعال میکنه و در همون مرکز گاز UF6 یا هکسافلوراید تولید میکنه که همین گازه که وارد دستگاه غنی‌سازی اورانیوم یا سانتریفیوژ میشه برای غنی‌سازی. 30 آذر 60 رضا امراللهی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در 4 نقطه ایران ذخایر عظیم اورانیوم کشف شده است، که البته اون موقع چینی ها برای کشف اورانیوم در معادن ایران کار میکردن. امراللهی بعداً در مارس 1995 اعلام کرد که بعد از چند سال کار در معادن اورانیوم ساغند در یزد حدود 5000 تن اورانیوم در ساغند وجود دارد. بذارین قبل از اینکه من ادامه بدم از مهمان امشب صفحه آخر چند تا سوال فنی بکنیم که تا حدی روشن بشه این مواد چیه، چه استفاده‌ای ازشون میشه، یه خود زمینه روشن بشه. آقای بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، خوش آمدید آقای بیات به برنامه صفحه آخر. سلام بر شما و بینندگان. درود بر شما آقای بیات. اجازه بفرمایید که یه تیکه صحبت یکی از مسئولان جمهوری اسلامی رو اول بشنویم که 14 آذر 89
اعلام کرد اولین محموله کیک زرد از معدن گچین در بندرعباس به نطنز منتقل شد. بعد برگردیم خدمت شما. در افکار عمومی جوری وانمود کردن که گویی ایران در یک سری از زمینه‌ها مشکلاتی رو داره. مثلا قبلا گفته بودن که ایران 20% رو نمیتونه تولید بکنه. خب این که کاملا روشنه واسه ملت بزرگ ایران که حالا ما 35 کیلو اورانیوم 20% تولید کردیم. قبلا گفته بودن که اینها صفحه سوخت نمیتونن تولید بکنن که خب ما یه صفحه سوخت مجازی نشون دادیم. الانم عزیزان ما در سایت اصفهان با تلاشی که دارن میکنن امید داریم که در شهریور ماه آینده ما بتونیم اولین مجتمع سوخت ریاکتور تهران رو که در سایت اصفهان تولید شده بتونیم وارد ریاکتور تهران بکنیم. این هم باز یک مورد. مورد دوم اینها گفتن که اینها نمیتونن اکتشاف و استخراج و تبدیل به کیک زرد و اینها رو داشته باشن. خب باز امروز ما شاهد این مسئله هستیم که ما این توانمندی رو داریم که هم اکتشاف بکنیم، هم استخراج بکنیم، هم تبدیل به کیک زرد بکنیم و نمونه اش رو امروز ما شاهد هستیم. آقای بیات، خواهش می‌کنم بفرمایید که کیک زرد چیه، گاز هکسافلوراید چیه، یو اف 6 چه مراحلی باید طی بشه تا سنگ اورانیوم که از معدن در میاد تبدیل بشه به اورانیوم غنی شده؟ خواهش می‌کنم. در معدن اورانیوم معمولاً درصد اورانیومی که در خاکی که خاک و سنگی که در اصطلاح معدن وجود داره درصد خیلی بسیار بسیار پایینیه، زیرا که اصولاً در طبیعت مقدار اورانیوم موجود در طبیعت اصولاً پایین خیلی کمه و معادنش هم اینجوری نیست که به طور جداگانه مثلا تن تن اورانیوم باشه، بلکه معمولاً در دور بر کمتر از 1%، معمولاً موارد استثنایی هم هست که بیش از این، ولی معمولاً کمتر از 1% خاکی که برداشته میشه اورانیومه. در مورد معادن ایران به طور مشخص یکیش 0.06% و دیگری 0.08% که اورانیوم داره. خب بعد این باید اورانیوم باید از این میزان زیاد خاک برداری در واقع که میشه باید جدا بشه. اینو به طریق شیمیایی انجام میدن که جدا میکنن و در این در پایان این روند جدا سازی در پایانش یکی از اکسیدهای اورانیوم بخش قالبش که بهش میگن کیک زرد. کیک زرد هم بهش میگن به خاطر اینکه یه پودری زرد رنگ. در واقع یک اکسید اورانیوم. اعمالی که صورت میگیره اعمال متعارف شیمیایی، یعنی این چیزای عجیب غریب خیلی مخصوصی نیستن. یه سری فعل‌انفعالات آشناس در شیمی که چگونه مواد رو از هم جدا بکنن در یک مجموعه و یک مخلوطی چگونه جدا این روند به قول معروف state of the art روند متداوله که صورت میگیره و خلاصه نتیجه این که کیک زرد یک اورانیوم اکسیدیه که حالات پودری پودر زردن به سمی کیک زرد. بعد منتها برای غنی سازی، برای اینکه بشه این اورانیوم بیشتر بخواد بگم اگر اندک بیشتر اضافه بکنم، در این اورانیومی که الان جدا شده و تبدیل شده به کیک زرد معمولاً 99.3% اورانیوم 238 که به لحاظ تولید انرژی کاربردی نداره. این بخشی که کاربرد داره اورانیوم 235 که در اورانیوم طبیعی که استخراج میشه حدوداً 0.7% اورانیوم که استخراج شد میشه اورانیوم 235 قابل استفاده است. حالا برای اینکه بشه از این مخلوط اورانیوم استفاده صنعتی، یعنی تولید برق کرد، تولید انرژی کرد در واقع، حالا چه بمب بسازی اگه به شدت تولید انرژی بکنی باش بمب بسازی، اگه آهسته بکنی برق باش تولید بکنی، یک نیروگاه هسته‌ای رو ایجاد می‌کنی. خب حالا
برای اینکه بتوان ازش استفاده کرد باید در داخل در اورانیوم طبیعی درصد اورانیومی که مورد علاقه است یعنی اورانیوم 235 افزایش پیدا کنه. یعنی به عبارت دیگر این مخلوط غنی بشه از اون ماده‌ای که به دردمون می‌خوره. به علتش میگن غنی سازی، یعنی این مخلوط به گونه غنی سازی می‌کنه. منتها برای اینکه عمل غنی سازی رو بتونید انجام بدن، خب یکی از روش‌هاش روش سانتریفوژ. ولی برای اینکه بتونید سانتریفوژ بکنی باید این اورانیوم اکسید که حالت جامد داره اینو تبدیل بکنی به یک حالت گازی و این عمل صورت میگیره از طریق تبدیل این اورانیوم اکسید، اونم در داخل یه سلسله فعل و انفعالات شیمیایی که تبدیل میشه به اورانیوم هگزافلورید. اورانیوم هگزافلورید حالت گازی داره، یعنی میشه به حالت گازی درش آورد در درجات پایین و میشه در سانتریفوژ به چرخشش در آورد و باعث جدا شدن اورانیوم سنگین‌تر که اورانیوم 238 از اورانیوم سبک‌تر شد. هر بار که سانتریفوژ میچرخد در خروجیش یک مقدار یک درصد بسیار کمی مقدار اورانیوم 235 افزایش پیدا میکنه. ولی این عمل تکرار میشه. برای همین هم هست که ما زنجیره های سانتریفوژ داریم، به اصطلاح بهش میگن آبشارها یا انگلیسی ها یا کاسکاد. اینا از یک سانتریفوژ به سانتریفوژ بعدی میره، یعنی خروجی سر سانتریفوژی ورودی سانتریفوژ بعدیه و به طور زنجیره‌ای پشت سر هم میزان درصد اورانیوم 235 افزایش پیدا میکنه. تا وقتی که این عمل تا وقتی ادامه پیدا میکنه که میزان درصد اورانیوم 235 به حدی برسه که قابل استفاده است و اون در بخش صنعتی یعنی تولید برقش در حدود 3.5 تا حدود 5% و اگه بخوای باش بمب بسازی این روند غنی سازی رو ادامه میدی که میرسونی به 90% که در اون صورت میشه باش بمب ساز. منتها تو این وسط ها مثلا در مورد ایران برای راکتور پژوهشی تهران اورانیوم دقیقا 19.75% لازمه، در یعنی که درجه قنای این وسط هم وجود داره. خب چقدر لازمه؟ چقدر؟ و فرض بفرمایید برای آزمایشگاه تحقیقاتی تهران، راکتور تحقیقاتی تهران حدود 20% اورانیوم غنی شده، اینجوری که الان شنیدیم آقای صالحی میگه مثلا 35 کیلو ما اورانیوم غنی شده 20% داریم، برای اون راکتور تحقیقاتی تهران چقدر لازمه؟ چه مقدار لازمه اورانیوم 20% غنی شده؟ برای مصرف سالیانه راکتور تهران مثلا چندین ده کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% کفایت میکنه. بسیار خوب. از این لحاظ در واقع چیزی که باید تولید بشه برای راکتور تهران رقم بزرگی نیست، بس به همین علت صرف نمی‌کنه. بسیار خوب. باز می‌گردیم خدمت شما آقای بیات. من اگه اجازه بفرمایید یک مقداری به تفصیل بخش از این گزارش رو من بدم خدمت بینندگان و بعد برگردیم خدمت شما. خب من قبل از اینکه ادامه بدم این گزارشو باید یکی دو نفر کوتاه معرفی کنم، هرچند میشناسینشون. یکی آقای مهدی چمرانه که الان رئیس شورای اسلام شهر تهران و عضو کمیته استقبال از خمینی بود در سال 57 و جانشین فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم که مصطفی چمران بود، فرمانده یعنی جانشین برادرش بود در دوره جنگ. مدت هم ریاست بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس رو به عهده داشت، معاونت فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا رو داشت و مشاور تحقیقات علمی رئیس ستاد فرماندهی کل قوا. این یکی آقای چمران، حالا کار داریم اینو داشته باشین تا میرسیم بهش. یکی دیگه اکبر ترکان، مشاور الان
ارشد حسن روحانی رئیس جمهور. ایشون فارغ التحصیل رشته مکانیک از تهران، در دولت اول رفسنجانی وزیر دفاع بود. همیشه این سوال بوده که چطور یک غیر نظامی و کسی که اصلا سابقه و کارش هیچ وقت تو ارتش و سپاه نبوده میشه وزیر دفاع. اکبر تورکان تنها وزیر دفاع ایرانی که غیر نظامی بوده. دلیلش رو شاید حضور ایشون در تیمی بشود دید که تلاش میکرد از سال 1170 و 1171 کلاهک هسته‌ای از قزاقستان به ایران قاچاق بکنه. حالا همه اینا رو در ادامه توضیح میدم. قبل از تابستون 1370 که اتحاد شوروی رسما فروپاشید و یلسین آمد سر کار، عملا اون لایه پایین جمهوری‌های خودمختار جنوب روسیه یعنی قفقاز و آسیای مرکزی شکل گرفته بود. یکی از این مناطق قزاقستان بود که مرکز اصلی اورانیوم و تولید تسلیحات هسته‌ای اتحاد شوروی بود قبل از فروپاشی. تو اون هرج و مرج فروپاشی 1370 خبر دزدی‌های عجیب غریب از مراکز تولید هسته‌ای قزاقستان، قاچاق وسایل حساس، گم شدن یه سری تجهیزات هسته‌ای از اون مراکز همه جا پیچید. یکی از این اخبار دست کم لااقل یه قلم درشتش مربوط به ایران میشد. گزارشی که در 12 دسامبر 2002 سه مؤسسه به طور مشترک منتشر کردند، انجمن مطالعات استراتژیک بین المللی و دو مرکز تحقیقاتی دیگه به نام سیستم اطلاعات جهانی و امور خارجی و دفاعی، آمده است که مهدی چمران دو سفر داشته به قزاقستان، یکی در تیر 1370 و دومی هم چند ماه بعد، هر دو در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی. در سفر اول مسکو هم میره، آقای چمران میره مهمترین مؤسسه تولید تسلیحات اتمی شوروی سابق کورچاتف، و همینطور در قزاقستان میره به مرکز سمی پالاتینسک، مهمترین مرکز تولید و آزمایش هسته‌ای در قزاقستان. کسایی که غیر از چمران در جریان بودن، البته در ادامه خواهم گفت، مثلا فلاحیان بود وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی، معاون فلاحیان علیرضا معیری بود، او هم در وزارت اطلاعات، و ترکان دیگر. معذرت میخوام. بنابراین گزارشی که عرض کردم، مسئولان مرکز سمی پالاتینکس به چمران و هیئت امرایش میگن حاضرن سلاح هسته‌ای رو به ایران بفروشن، مشروط بر اینکه دو تا سه بمب اتمی مورد فروش قطعه به ایران وارد بشه و هر قطعه هم از یکی از جمهوری‌های تازه برآمده از اتحاد شوروی فروپاشیده. و میگن ما خودمون حاضر متخصصینمون رو بفرستیم هر نقطه ایران که میخواین تا قطعات بمب رو سوار بکنن. البته اون موقع همزمان چین و کره شمالی تو ایران در تأسیسات مبارکه اصفهان و در عراق روی تولید موشک کار میکردن، یه نوع موشکی که برای ایران میسازن که اسمشو در ایران گفتن تندر 68، همون مدل موشک M11 است که کلاهک‌های هسته‌ای پاکستان رو همین نوع موشک سوار شده، و کره شمالی هم خط تولید موشک‌های اسکات رو به همین با همین قابلیت، در واقع قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تو ایران راه میندازه که تا 15 بهمن 1369 قطعات 70 تا از این موشک‌ها رو کره شمالی به ایران وارد کرده بود. 12 مهر 1370 چمران برمیگرده قزاقستان برای نهایی کردن قرارداد خرید سه بمب اتم یا کلاهک هسته‌ای با پرداخت کردن 150 میلیون دلار که 3 میلیون دلار میذارن در یک حساب بانک در لوکسامبورگ به عنوان پیش پرداخت. 40 روز بعد در 19 آبان 1370 در جلسه شورای عالی امنیت ملی که فرماندهان سپاه هم تو شرکت میکنن، هاشمی رفسنجانی به فرمانده های ارشد سپاه مأموریت میده در واقع اونجا که با استفاده از کارشناس های نظامی و هسته‌ای نظرشون رو درباره معامله با سر این معامله قاچاق اتمی قزاقستان بدن. یک هفته فرصت داشتن و در 26 آبان 1370 جلسه شورای عالی امنیت ملی برگزار میشه، کارشناسای هسته‌ای هم میان و نظرشون رو اعلام میکنن. بنابر این گزارش بقیه جلسه، یعنی بقیه رو بیرون میکنن، فقط با حضور چند نفر برگزار میشه و تصمیم گیری نهایی میشه. خود رفسنجانی رئیس جمهور، خامنه‌ای رهبر، اکبر ترکان وزیر دفاع، محسن رضایی فرمانده سپاه، علی فلاحیان وزیر اطلاعات. بعد از این جلسه علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت یک سفر دوره‌ای به جمهوری‌های آسیای مرکزی داره، از جمله به ترکمنستان.
بیشتر تجهیزات قاچاق هسته‌ای ایران در همون دوره از طریق مرز ترکمنستان وارد ایران میشه. از اواخر نیمه دوم 1370، اواخر 1991 تا اوایل 1992. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه در سخنرانی در آخر در بهمن 1370 بدون اینکه اسمی از ایران بیاره میگه بعضی کشورهای اسلامی سعی کردن تسلیحات اتمی از قزاقستان بخرن، ولی ما قبل از اینکه به مقصد برسه محموله ها همه اون سلاح ها رو به مبدا برگردوندیم. هاشمی رفسنجانی در پایان سال 90 در گفتگو با فصلنامه مطالعات بین المللی نکته جالب و مهمی رو میگه. میگه بعضی کشورهای اسلامی سعی کردن تسلیحات اتمی ببخشید. میگه در تاجیکستان، در قزاقستان با این عظمت اسرارشان را به ما میگفتند، چون آنها مرکز مهم فضایی شوروی سابق بودند. و علاوه مراکز مهم موشک‌های ده کلاهکی که به سمت دنیا نشانه گرفته بودند در آنجا بود و همه اینها را میگفتند که چه کار میکنند و با ما مشورت میکردند. واقعا در شمال ایران، در قفقاز، گرجستان و آذربایجان صمیمیترین دوست ما بودند. جنگ ایران و عراق 31 شهریور 59 شروع میشه. رفسنجانی درست یه سال بعد 23 شهریور 60 میره کره شمالی. خامنه‌ای هم 18 اردیبهشت 68 میره کره شمالی، درست قبل از اینکه رهبر بشه. بعد 23 سال بعد در 11 شهریور 91 دیدار رئیس مجمع عالی جمهوری خلق کره شمالی با خامنه‌ای در تهران. من این خبر رو خدمتتون میخونم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار آقای کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی جمهوری خلق کره شمالی با اشاره به مواضع همسان ایران و کره شمالی در بسیاری از زمینه‌ها تاکید کردند باید در مسیر حرکت به سمت اهداف بلند جدی بود و فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها خللی در عزم‌ها به وجود نیاورد. بعد دیدار هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور کره شمالی در تهران. کیم یونگ نام در این دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی را معمار و پایه‌گذار روابط دو کشور ایران و کره شمالی خواند و با ابلاغ سلام رهبر جدید و مردم کره گفت از سفر تاریخی شما تا کنون، یعنی یه سال بعد از جنگ ایران و عراق تا کنون، مسئولان دو کشور همیشه با هم ارتباط داشتند. وی با ارائه گزارش از اوضاع داخلی فعالیت‌های هسته‌ای کشور مطبوع خیش گفت ایران و کره شمالی به جهانیان یاد دادند که نباید در مقابل تهدید دشمنان کوتاه آمد. کره شمالی موشک‌هایی در جریان جنگ ایران و عراق به ایران داده بود در قبال نفت، ولی رابطه بسیار فراتر از اینا بود. ما باید اول عبدالقادر خان رو بشناسیم تا برسیم به این موضوع. من خیلی سریع بگم، در آذر 1382 بود که دولت قذافی اعلام کرد که لیبی داوطلبانه از برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست برداشته و همه الزامات مربوط به MPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو اجرا می‌کنه. این عمل لیبی بعد از 10 ارتباط منظم دولت‌های آمریکا و انگلیس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حکومت قذافی بود و کلی رفت و آمد به لیبی. آنچه در نتیجه این اقدام لیبی یا نابود شد یا ضبط شد اینا بود: تجهیزات مربوط به تولید، بذاریم من کوتاهشو بگم و مهمترینشو، حدود 15 کیلو اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که این مقدار اورانیوم با حمایت آمریکا و انگلیس به روسیه برده شد، با یه سری موشک اسکاد CS و قطعات موشک‌های دیگه برای حمله کلاهک هسته‌ای. همه اینا و این تجهیزات و امکانات رو عبدالقادر خان به لیبی داده بود. ایران هم همه تجهیزات غنی‌سازی اورانیومش رو در طول 18 سالی که عرض کردم مخفیانه از همون شبکه بازار قاچاق عبدالقادر خان تهیه کرده بود. عبدالقادر خان الان 80 سالشه. تحصیلاتش در کراچی گذروند، بعد در آلمان غربی و دکتراشو در فیزیک اتمی در بلژیک گرفت. می 1372 خودمون شروع میکنه به کار کردن در آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک دینامیک در آمستردام هلند. این آزمایشگاه، ببخشید من اون تاریخو دقیق عرض کنم خدمتتون، می 1972 قبل از انقلاب ایران، حدود 5 سال قبل از انقلاب ایران در آزمایشگاه کار میکنه در هلند، در که اون آزمایشگاه در واقع شرکت پیمانکاری است برای یورنکو که یک کنسرسیوم عظیم انگلیسی، هلندی، آلمانی است که کارش جدا کردن اورانیوم قابل انفجار، اینجوری که آقای بیات توضیح دادن، یعنی 235 از اورانیوم 238 و بسیار مورد استفاده قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان.
در عرض دو سال عبدالقادر خان میشه که از کارشناسای ارشد در این کنسرسیوم و دسترسی داره به اسناد طبقه بندی شده و تجهیزات محرمان. یعنی سال 1974، باز حدود 3 سال تا 79، حدود 4-5 سال قبل از انقلاب ایران، همون سالی که هند نخستین آزمایش بمب اتمیشو میکنه. هند و پاکستان بارها میدونید تا مرز جنگ کامل پیش رفتن. عبدالقادر خان خیلی هم به هر حال عرق وطن پرستی و بسیار بسیار اسلامیت در تمام سخنرانیاش هست. یه سال بعد از آزمایش بمب اتمی هند برای تعطیلات برمیگرده پاکستان، سال 1975، و ذوالفقار علی بوتو اون موقع سر کار بود، او رو مأمور میکنه که در پاکستان تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم راه بندازه. برنامه هسته‌ای داشت پاکستان قبل از اینکه عبدالقادر خان این تأسیسات راه بندازه، در حد به هر حال آزمایش هایی که میتونست در حد خیلی خیلی ابتدایی انجام بده. عبدالقادر خان برمیگرده هلند بعد از تعطیلاتش و ظرف کمتر از یک سال آنچه طرح و نقشه و تجهیزات لازم قابل حمل تونست از یورنکو دزدید با خودش برد پاکستان و توی این مدت هم تونست واسطه هایی پیدا کنه. بعد معلوم شد 6200 لوله چرخان ناتمام سانتریفیوژ رو تونسته از همون شرکت تو هلند صادر کنه به پاکستان. ژانویه 1976، 3 سال قبل از انقلاب ایران، ناگهان عبدالقادر خان برمیگرده به پاکستان و دیگه هم نمیره هلند. خب دیگه جزئیات اینکه در پاکستان چه کرد خیلی هم به ما مربوط نیست. بماند مهم این است که بدونیم ساختن بمب اتمی در پاکستان فقط به خاطر رقابت با هند نبوده. خود عبدالقادر خان اشاره کردم همیشه خودشو به عنوان یک مسلمان معتقد دشمن صهیونیسم به اصطلاح معرفی کرده. ذوالفقار علی بوتو هم در خاطراتش که همون سال انقلاب 57 منتشر شد نوشته میدانیم که اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو دارای قابلیت کامل هسته‌ای‌اند. تمدن مسیحی، تمدن کلیمی و تمدن هندو دارای این توانایی‌اند. قدرت‌های کمونیستی هم چنین توانایی دارند. تنها تمدن اسلامی است که از چنین توانایی برخوردار نبوده، اما این موقعیت را دارد به دست می‌آورد. 12 سال عبدالقادر خان در آزمایشگاه عظیم هسته‌ای پاکستان با همه امکاناتی که دولت پاکستان در اختیارش گذاشت کار کرد تا سرانجام تونست اولین آزمایش بمب اتمی رو با موفقیت عملی بکنه. اردیبهشت 1377. سالها قبل از اینکه پاکستان ناگهان اولین بمب اتمیش رو آزمایش بکنه، یعنی در آذر 1361، جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان گفت تأکید میکنم که برنامه هسته‌ای ما کاملا ابعاد صلح‌آمیز دارد و پاکستان نه توانایی و نه امکانات داشتن بمب اتمی را داشته و نه حقیقتا چنین تمایلی دارد. 4 سال بعد خود عبدالقادر خان، معروف به پدر بمب اتمی این کشور، میگه بمب اتمی اسلامی فقط اختراع ذهن صهیونیست هاست. خب وقتی هم که اعلام کردن که بمب دارن و دارن آزمایش میکنن دیگه کار از کار گذشته بود. بعضی دوستان فیسبوک صفحه آخر سوالاشون و نظراتشون مربوط هست به همین موضوع، البته در رابطه با فتوای آیت الله خامنه ای که بمب اتم حرام است. بذارین برای اینکه حق دوستان فیسبوک خصوصا رعایت بشه یکی دو تاشو بشنویم برمیگردیم. به فتوای رهبر ایران درباره بمب اتم اعتماد کردند؟ فتوا یک دستور و الزام دینی مقطعی است و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر و حتی نقض است و این موضوع در تاریخ شیعه بسیار اتفاق افتاده، مانند حرام اعلام شدن توتون و تنباکو. خب به هر حال بازگردیم به همون ادامه داستان. بعد از تولید اولین بمب اتمی همزمان با تولید بمب‌های بیشتر و کار روی سیستم موشکی با کره شمالی، پاکستان و مشخصا عبدالقادر خان یه شبکه فروش طرح و نقشه کار و تجهیزات هسته‌ای رو ایجاد کرد. هواپیماهای باری پاکستان تجهیزات به فروش رفته رو به مقصد خریدار حمل می‌کردند. فقط در عرض 4 سال 1379 تا 1383 عبدالقادر خان 44 بار به دبی، لیبی، مالزی و ایران مسافرت میکنه. سفرهایی هم جداگانه به کره شمالی داشت که معامله مهم پای پای کردن با کره شمالی، به این صورت که تکنولوژی موشکی رو از کره شمالی وارد کردن و
و تکنولوژی هسته‌ای رو به کره شمالی صادر کردن. تصاویر ماهواره‌ای حمل و نقل این معامله پای تو فرودگاهی در پیونگ یانگ کره شمالی در اسناد محرمانه یکی از کشورهای غرب هست که خب ما هم اجازه نشون دادنشون نداریم. سفرهای عبدالقادر خان به دبی و مالزی برای تأسیس بانک‌ها و مؤسسات پوششی دلالی برای فروش تجهیزات سلاح هسته‌ای بود. فقط به لیبی تا سال 1383 100 میلیون دلار تجهیزات هسته‌ای می‌فروشه و به عنوان جایزه خریدم طرح و نقشه ساخت یک بمب اتمی 10000 تنی رو میده به لیبی. این طرح و نقشه بعداً جزو چیزایی بود که لیبی تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا و انگلیس داد. اینا رو گفتم تا روشن بشه چه دست و دلبازی وحشتناکی بوده در اون 20 سالی که جمهوری اسلامی مورد این معاملات قاچاق با عبدالقادر خان شده بود. همون که میدونید در سال 1384 اواخر 84 بود فکر میکنم به نوبه گزارش کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو چند تا کارتون پر کاغذ که جمهوری اسلامی تحویل بازرسان آژانس داد طرح و نقشه ساخت میله انفجاری بمب اتم هم بود که بعد از فاش شدن این خود ایران گفت که اینا رو از عبدالقادر خان گرفته ولی استفاده نکرده. دست کم از سال 1975 ببخشید همه این تاریخ‌های فارسی و لاتین قاطی میشه، دست کم از سال 1375 تا سال 1380 سرویس اطلاعاتی آمریکا از فعالیت‌های عبدالقادر خان مطلع بود. دست کم در این 5-6 سال به گفته نخست وزیر وقت هلند CIA عمدن عبدالقادر خان رو آزاد میذاره تا بتونه همه شبکه رو بشناسه. بعد سال 1380 دیگه خطر رو احساس میکنه آمریکا، به پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان که نظامی پرقدرتی هم بود ندا رو میده که بعد بساطو جمع کنین. خلاصه خود آمریکا هم رسما عبدالقادر خان و مرکز عظیم آزمایشگاه هسته‌ایشو تحریم میکنه. عبدالقادر خان در 24 اردیبهشت 1380 میاد در تلویزیون رسمی پاکستان و اعتراف میکنه که تجهیزات هسته‌ای به ایران، کره شمالی و لیبی داده و البته به عنوان یک قهرمان ملی در اون کشور مطرحه، هیچ که نمیتونه بهش دست بزنه. پرویز مشرف رو عفو میکنه و اون رو اعلام میکنه که در حبس خانگی است. یک بار عبدالقادر خان در بهمن 64 و یک بار در دی 65 سفر میکنه به ایران، به ویرانه های نیروگاه اتمی بوشهر سر میزنه که میدونید در جریان جنگ ایران و عراق 80% از بین رفت. بعد از این دو سفر یک قراری با مسئولان ایرانی در دبی میذارن و قرارداد میبندن که بنابر اون قرارداد پاکستان در 5 مرحله تجهیزات هسته‌ای شامل 2000 دستگاه غنی‌سازی اورانیوم و تجهیزات ساختن میله انفجاری بمب اتم رو در اختیار ایران بذاره. طرح و نقشه‌ش یک سال بعد از قرارداد دبی شمخانی میره پاکستان. واشنگتن پست در یک گزارش تحقیقی مفصلی که نوشته است نوشت که عبدالقادر خان وقتی در سال 1382 در حبس خانگی بود گزارش می نویسه به مقامات پاکستانی از فعالیت‌هاش، از جمله میگوید که قراردادهای اتمی بین شخص من و دولت ایران نبود، بین تهران و اسلام آباد بود با ارزش 10 میلیارد دلار. عبدالقادر خان نوشته است وقتی که هواپیمای نظامی ویژه شمخانی در اسلام آباد به زمین نشست، وی به رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان گفت که برای دریافت بمب‌های هسته‌ای که وعده آنها داده شده آمده است. هنگامی که دریا سالار افتخار احمد سیروهی به او پیشنهاد کرد ابتدا باید درباره موضوعات دیگری صحبت شود و سپس بررسی کرد که پاکستان چگونه میتواند به ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش کمک کند، گویا شمخانی از این مسئله ناراحت شد و به او یادآوری کرد که جنرال میرزا اسلام بیک وعده کمک در زمینه تسلیحات هسته‌ای را به او داده بود و او بر اساس این وعده‌ها به پاکستان آمده است. ادامه گزارش: سیروهی پس از شنیدن درخواست شمخانی برای دریافت 3 بمب تکمیل شده هسته‌ای مخالفت خود را اعلام کرد و به دنبال وی وزرا نیز چنین موضعی را اتخاذ کردند. بعد واشنگتن پست نوشته است که امیر اسلان بیگ فرمانده وقت ارتش پاکستان نیز در مصاحبه انجام معامله سلاح هسته‌ای در ازای کمک مالی به پاکستان با ایران را نفی کرد و گفت هنگامی که هیئت ایرانی در سال 1367 برای دریافت فناوری هسته‌ای آمد، من با آنها پیشنهاد کردم در این باره با بوتو بحث شود که اون موقع بی‌نظیر بوتو سر کار بود که روابط بسیار خوبی با ایران داشت و حتی اومد رفت امام رضا را هم زیارت کرد و بحث این بود شاید شیعه باشه و از این داستان باری. یک سال بعد از سفر شمخانی به پاکستان و 2 سال بعد از قرارداد دبی یعنی سال 1368 تجهیزات 2000 سانتریفیوژ اولیه و پیشرفته یعنی P1 و P2 به اصطلاح
وارد ایران میکنه عبدالقادر خان و باز 6 سال بعد در 1384 یه تعداد سانتریفیوژ پیشرفته دیگه پی 2 رو میده به ایران با گرفتن 3 میلیون دلار. به گفته عبدالقادر خان و دستیاراش در جریان همه معاملات اتمی با ایران ژنرال میرزا اسلام‌بگ فرمانده وقت ارتش پاکستان بوده است. به هر حال همزمان با این تلاش‌ها و خریدها ایران تا سال 1992 از آفریقای جنوبی، آلمان شرقی، آرژانتین خریدهایی داشت و آلمان غربی، شرقی غربی میگم قبل از فروپاشی و از خود آلمان، کشور بعداً متحد آلمان داشت که بعضیش مثلا سلولای حرارتی مورد استفاده در تسلیحات میکروبی و راکتورهای آب سنگین برای تولید پلوتونیوم، تجهیزات غیر متعارف به حساب میاد و خرید و فروشش ممنوعه. بعد سال 92 به نام درخواست آمریکا کارلوس منن رئیس جمهور وقت آرژانتین انتقال این تکنولوژی به ایران رو متوقف میکنه و قراردادی که با ایران داشته رو لغو میکنه اون موقع. به هر حال من دیگه به تلاش‌های جمهوری اسلامی به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره‌ای نمی‌کنم، فرصت نیست برای وارد کردن قاچاق مواد و تجهیزات مربوط به تجهیزات هسته‌ای از انگلیس، ترکیه، آلمان، سوئد و از جمهوری آذربایجان و روسیه. به هر حال اسنادش موجوده. یکی از کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای ایران که به یکی از کشورهای غرب پناهنده شده در نامه محرمانه برای ما نوشته است پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع سه شاخه و راه متفاوت رو طی می‌کرد. ما تا سال 1369 از وجود دو گروه دیگه کاملا بی اطلاع بودیم. سال 1370 دو گروه از کل مجموعه در هم ادغام شد. من از سال 1366 تا سال 72 در یکی از گروه‌های سگانه این پروژه کار می‌کردم، در گروهی که بعداً معروف به هسته شریف شد با دکتر احمد شیرزاد، دکتر فرهاد اردلان و دکتر علی محمدی که بعداً ترور شد و چند نفر دیگر تحت مسئولیت و مدیریت و نظارت دکتر علی اکبر صالحی کار کردم. گروه اول یا مسیر اول به دنبال به دست آوردن محصول آماده بود، یعنی خرید یک یا دو کلاهک که الزاماً شامل سیستم دلیوری یا بالستیک نبود. این گروه توسط بالاترین مقامات عمل می‌کرد و بیشتر از دلالان اسلحه تشکیل شده بود. اوکراین، کره شمالی، پاکستان و قزاقستان کشورهایی بودند که به عنوان فروشنده مورد نظر این گروه بودند. گروه دوم مسئول خریداری فرایند بود که شامل غنی‌سازی سیستم‌های کنترل و غیره بود که نتیجه کارشان سانتریفیوژها و راکتورهای آب سنگین بود. گروه سوم هسته شریف که خود ایشون هم در همین هسته بودند بر روی بهینه‌سازی کار می‌کرد. در این هسته فرض بر این بود که تمام دستگاه‌ها و لوازم و مواد مورد نیاز وجود دارد و تمرکز بر روی ساختن نسخه‌های مختلفی از کلاهک‌ها بود. هسته سوم یا هسته شریف در سال 66 به فعالیت کامل درآمد. دکتر صالحی ریاست دانشگاه را به عهده گرفت و شروع به جذب و تیم بندی بچهای خارج و هم داخل کرد. دکتر شیرزاد که بعداً اصلاح طلب شد مدرس راکتور 1 و 2 در سالهای 68 و 69 مسئول اجرایی بود. دکتر فرهاد اردلان که از بزرگترین اساتید کوانتوم مکانیک در ایران بودند و در زمینه نظری عملی کار می‌کردند. من و مسعود علی محمدی در تیم دکتر شیرزاد بودیم. برنامه از روز اول جنبه نظامی داشت. تمرکز بر روی بهینه‌سازی کلاهک‌های تاکتیکی بود. بعد از 1372 همه چیز به یک مرکز فرماندهی انتقال پیدا کرد. گروه زیادی از دوستان مثل من به کشورهای دیگر رفتند و گروهی که باقی ماندند به دو مرکز امام صادق و مراکز تحقیقی سپاه رفتند. چیزی که در دستور کار ما قرار داشت تولید سلاح اتمی تاکتیکی بود، نه چیزی شبیه بمبی که در هیروشیما استفاده شد. و بعد توضیحاتی فنی میدن که باز بگذاریم ازش. به هر حال در آخر میگویند که اگر به قرارداد ژنو نگاهی بکنید موضوعی را که توضیح دادم به خوبی مشخص میکند. بازرسی از مراکز غنی‌سازی و نیروگاه ها، بازدید از مراکز نظامی، مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، دقیقاً همون سه گروهی که برایتان توضیح دادم. خب درباره اجازه بفرمایید که سریع از صحبت آقای صالحی بگذریم، فرصت نیست. صحبت آقای احمدی نژاد رو بشنویم در دوره ریاست جمهوریش، موقعی که صحبت درباره نمیدونم صحبت احمدی نژاد آماده است یا نه که سریع بشنویم. بسیار خوب، بشنویم برمیگردیم. ای کاش الان هم صبر میکردید، تقاضای گفتگو نمیکردید، سه چهار ماه دیگه میگذشت تا آثار تصمیمات غلط شما به
به طور کامل آشکار میشد، میفهمیدید که در برابر ملت ایران هیچ غلطی نمیتونید که انجام بدهید. خب حسن روحانی هم در مراسم افطار با مدیران رسانه‌ها در تهران همین هفته پیش گفت اگر 5+1 روزی توافق را زیر پا بگذارند، ما نیز بلافاصله شدیدتر از آنچه در مخیله آنهاست به مسیر قبلی باز می‌گردیم. یعنی چی؟ جناب آقای بهروز بیات، میشنوید صدای بنده رو؟ درود بر شما، ببخشید که خستتون کردیم من با این تون تون گزارش گفتن. چقدر این حرفا تو خالی است و چقدر تهدید واقعی؟ صحبت های آقای احمدی نژاد نظرتونه؟ هم آقای احمدی نژاد هم آقای روحانی، نظر من بخشیش توهمه. یعنی واقعا به واقعیت این است که تو این دنیایی که الان ما داریم با توجه به بی‌عدالت های گوناگونش که وجود داره از جمله در عرصه هسته‌ای و اینکه دنیا بخشیش دارای چتر حفاظت هسته‌ای بخش دیگه نیست، خب این خیلی کشورها میتونن واقعا وسوسه بشن. حالا این مستقل از رژیم ایران که حالت مخصوصی داره، وسوسه این که فکر کنن که امنیت رو از طریق بمب میشه خرید، از طریق بمب هسته‌ای میشه خرید. در واقع این چارچوبه، اون شرایط، اون اتمسفری رو به وجود میاره که اینجا و اونجا، این کشور و اون کشور، کسایی دنبال یک همچین کاری داره. در مورد ایران میشه تصور کرد، یعنی تنها چیزی که به نظر من با عقل جور در میاد این است که رژیم فکر میکرده برای امنیت خودش، من بیشترم فکر میکنم بیشتر برمان یک نیروی بازدارنده، از یک زمانی در دوران جنگ ایران و عراق تصمیم گرفته بوده که از طریق مثلا سلاح‌های متعارف، نامتعارف مثل مثلا سلاح هسته‌ای به از اونجا که وقتی که به کنه برنامه هسته ایران به پردازی میبینیم که هیچ جاش به لحاظ اقتصادی اهمیت نداره. آقای بیات معذرت میخوام، یه قسمت صحبتون قطع شد، داشتین میفرمودین که در از دوره جنگ ایران و عراق جمهوری اسلامی تلاش کرد یا به فکر این افتاد که از سلاح هسته ای اگه بتونه استفاده بکنه. به عنوان نیروی بازدارنده فکر کرد که استفاده بکنه. خب سر این مدرب شما در واقع شهر دادید، 18 سال در پنهانکاری کردن، فعالیت کردن، به نتیجه نرسید. خیلی خوب. ولی این توهم هنوزم باقی مونده. الان اجازه میکنم به صحبت که آقای احمدی‌نژاد، این توهم هم هنوز وجود داره در محافل بزرگی از دادرسان رژیم و حتی تا درون اپوزیسیونی که فکر میکنن داشتن یک بمب اتمی میتونه برای کشور امنیت بیاره، در حالی که خود تجربه تاریخیش نمونه بارزش پاکستان همسایه‌مونه که میبینی همچی چیزی نیست. در حال این توهم همیشه وجود داشته و هنوز هم کم و بیش وجود داره که میشه از این طریق امنیت حفظ کرد. برای رژیم جمهوری اسلامی طبیعتاً غیر از امنیت کشور، امنیت خود رژیم هم اهمیت داره، شاید اهمیت بیشتر روی امنیت خود رژیمه. مثلا اگر فرض کنیم که رژیم جمهوری اسلامی موفق میشد به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه، در یک همچین حالتی، در یک موج ناسیونالیستی که ایجاد میکرد، خب این میتونست تا مدتی سیادتش رو محفوظ بکنه، حفظ بکنه. خب ولی کل صحبتهایی که آقای احمدی‌نژاد کرد یا بسیاری کسان دیگر در اینجا، از یک طرف تهدید، یعنی نشون میده که سیاست حاکمیت ایران یا سیاست بخشهای قابل توجهی از حاکمیت ایران درونش تضاد. از یک طرف صحبت از این است که آیت الله خامنه‌ای فتوا داده که
سلاح هسته‌ای حرام است. خب از یک طرف دیگه می‌بینیم الان صحبت آقای احمدی‌نژاد که حالت شدیدشه، ولی با حالت خفیفترش مرتب می‌بینیم که می‌گویند اگر غربی‌ها این کار را بکنند ما غنی‌سازی 20% می‌کنیم، ما غنی‌سازی 60% می‌کنیم. یا این که همین الان آقای روحانی دوباره گفته که ما برمیگردیم به حالت قبل و شدیدتر. انگار که مثلا فرض کنیم اگر که به لحاظ اقتصادی واقعا برای ایران صرف داشته باشه و ایران مثلا از تولید برق سودی داشته باشه، به کسی لطمه میزنه که تهدیدی برای کسیه؟ در حالی که اینجوری نیست. اینا یک تهدیدهای تلویحی هست که بیان میشن و متاسفانه مانعت به عمل میاره از این که این روند توافقی که الان را افتاده و ما امیدوارم که به نتیجه برسه لطمه بده. خب اجازه بفرمایید که یک پرسش از یکی از دوستان فیسبوک پخش بکنیم. این تهدیدها رو بارها امیدوارم یه روتوشی هم بشه این اسکایپ جناب آقای بیات. پرسش دوست فیسبوکی رو بشنویم برمیگردیم. با توجه به ذخایر بسیار غنی انرژی در ایران و حرکت جهان به سوی بهره برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل آفتاب و با تلاش کشورهای پیشرفته برای تعطیل کردن راکتورهای اتمی، دیگر چه دلیلی برای ادامه بهره برداری اتمی ایران وجود دارد؟ بله، یکی از دوستانم نوشته که این داستان تمام تلاش‌های سدهی جمهوری اسلامی حتی نتونست یه برق 100 وات واسه ما روشن بکنه، چرا این همه هزینه برای نگه داشتنش؟ آقای بیات ارتباطمون بسله همچنان؟ بله بسله. بفرمایید، خواهش میکنم. بازگم در بخش اول به نظر من این پرسش رو در دو بخش میشه پاسخ داد. یکی این که در سطح جهان چگونه است. واقعیت اینه که تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق، نه برای مصارف دیگرش، برای مصارف پزشکی و صنعت و دامپروری و انواع اقسام مصارف دیگر، کاربردهای خیلی زیادی داره. بخشی که مربوط به تولید برق در واقع تاریخ مصرفش گذشته. کشورهای پیشرفته دنیا از این موضوع صرف نظر میکنند. اون بخشیش که قابل توجه و واقعا مفید است مورد مناقشه هم نیست. یعنی این که تا کنون کسی از ایران ایراد نگرفته، چرا مواد هسته‌ای رو مثلا رادیو ایزوتوپا رو تولید میکنه و چرا برای معالجه مریضا ازش استفاده میکنه؟ هیچ هم مورد مناقشه نبود. این بخشش بخشیه که مفیده و کسی هم مزاحمش نیست. در مورد بخش تولید برق، این تکنولوژی در واقع تکنولوژی که تاریخ مصرفش گذشته. بسیاری از کشورهای پیشرفته که امکانش دارن ازش صرف نظر کردن. کشوری مثل فرانسه مثلا که به شدت وابسته است، اون البته به این آسونی ها نمیتونه، ولی در مورد آلمان دیدیم، در مورد سوئیس دیدیم، ایتالیا که هرگز شروع نکرده، اتریش که سالها پیش تصمیم گرفته ازش صرف نظر بکنه. در هر حال الان مخصوصا بعد از فوکوشیما، بعد از سانحه فوکوشیما که انقدر فاجعه آمیز بود، در واقع بخش بزرگی از جهان روی گردان شده از تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق. از این نقطه نظر برای جهان هم مفیده. ولی در مورد ایران، در مورد ایران فزون بر این که اصولا تاریخ مصرف تکنولوژی هسته‌ای گذشته برای تولید برق، در ایران این شرایط و امکاناتش هم وجود داره. یک دقیقه وقت داریم آقای بیات، خواهش میکنم. مخصوصا موضوع غنی‌سازی. موضوع غنی‌سازی در ایران به هیچ وجه به صرفه نیست. من یک اشاره کوتاهی میکنم به برای که فقط یک رقمی رو گفته باشم در ارتباط با مخارجی که ایران میکنه. مثلا معادنی که ایران استخراج، اورانیومی که ایران استخراج میکنه از دو تا معدنش، مخارج هر کیلوگرمش طبق گزارشی که در کتاب سرخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده، این کتاب سرخ هر دو سال یک بار منتشر میشه،
الان که برمیگرده به سال 2013 مخارج تولید اورانیوم هنوز اورانیوم خامه، یعنی هنوز غنی سازی نشده، بس کیک زرده، 750 دلار در حالی که در کانادا همونو با 60 دلار میشه. یعنی از اینجا میشه دید که ایران در هر حال در این بخش نمیتونه به طریق رقابتی کار بکنه، به طریق مفیدی برق تولید کنه. بسیار سپاسگزارم. متاسفانه فرصت تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین. شبتون بخیر.